سلام به ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای سلامتی و رژیم غذایی خوش آمدید در برنامه هفته پیش در مورد برچسب مواد غذایی روی پاکت خوراکی ها صحبت شد که البته توجهمون بیشتر جلب قسمت مواد ترکیبی یا اینگریدینت برچسب مواد غذایی بود به عنوان مثال برچسب غذایی محصول لسنک که حاوی پنیر نرم و نون خشک یا کراکر است انتخاب شد و در مورد مواد افزودنی داخلی محصول صحبت شد و دیدیم که مواد افزودنی با یک شماره سه یا چهار رقمی نشون داده میشن در آخر یک محصول دیگه رو هم معرفی کردم و قرار شد که این هفته ترکیبات افزودنی اون رو بررسی کنیم که آخر این ویدیو این کار رو انجام خواهم داد امروز می خواهیم یه نگاهی به لیست کامل افزودنی های خوراکی در برچسب مواد غذایی داشته باشیم که برای این کار به جدول اسامی این مواد که با حرف ای و یک عدد سه یا چهار رقم همراه هستن رجوع میکنیم این جدول که به جدول اعداد ای یا ای نامبر معروفه شامل نه دسته بندی کلی مواده که در اینجا ملاحظه میفرمایید. اولین عضو این جدول ای صده و آخرین عضو هم ای 1599 دسته اول مواد افزودنی مربوط به رنگ های خوراکی مصنوعی و طبیعی هستند. که از شماره ای 100 شروع میشن و به شماره ای 199 ختم میشن دسته دوم مواد افزودنی مواد نگهدارنده خوراکی هستند که با شماره های بین e 200 تا e 299 مشخصن دسته بعدی آنتی اکسیدان ها و تعدیل و تنظیم کننده های اسیدیته مواد غذایی هستند که بین شماره های ای 300 تا e 399 قرار دارند دسته چهارم متعلق به پایدار کننده ها و امولسیفایر ها هستند که بین E400 تا E499 نشون داده میشن. دسته پنجم که از E500 تا E599 هستند گروه دیگری از تعدیل کننده های اسیدیته و عوامل جلوگیری کننده از تودهی شدن مواد خوراکی پودر شکل به نام آنتی کیکینگ ایجنت ها هستند. تم دهنده ها در دسته بعدی قرار دارند بین E600 تا E699 آنتی بیوتیک های خوراکی بین E700 تا E799 طبقه بندی شدند لابد دهنده ها گازها و مواد شیرین کننده و قند های طبیعی و مصنوعی در, در رده بعدی قرار دارند بین E900 تا E999 و در آخر بقیه عوامل و مواد در دسته پرجمعیت بین ای هزار تا ای هزار در انتهای جدول قرار دارند. متاسفانه وقت بررسی یکی که این هزار و اندی ماده رو نداریم. ولی یک نگاه کلی و اجمالی به این دسته بندی ها میندازیم و برای اطلاعات بیشتر مربوط به ماده خاص میتونین به منابع موجود مراجعه کنید که برای این کار چند تا لینک در قسمت کامنت میذارم. خب در اینجا یکم بیشتر در مورد دستبندی کلی مواد افزودنی توضیح میدم که اول با دسته مواد دهنده یا فلیورینگ ایجنت ها شروع میشه وظیفه این مواد دادن تم، عطر، بو و مزه خاص به غذا هاست مواد لاب دهنده هم که همونطور که از اسمش پیداست به مواد خوراکی مایه و آبکی مثل سس و سوپ کنسروی زده میشه تا یک هم لعاب بیشتری بگیرن و قلیستر به نظر بیان مواد پایدار کننده برای مخلوط کردن دو یا چند مایع که به طور معمول مخلوط نمیشن استفاده میشه مثل آب و روغن که اکثرا در سس سالات و نظیر این جور محصولات استفاده میشن مواد رنگی هم باز از اسمشون پیداست که توضیح دادیم از رنگهای طبیعی و مصنوعی برای دادن جلای بیشتر به مواد خوراکی استفاده میشن آنتی اکسیدان ها هم برای جلوگیری از اکسیده شدن چربی ها در مواد غذایی استفاده میشن لطفا این مواد رو با آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در مواد خوردنی سالم که از اکسید شدن سلول انسان جلوگیری میکنه اشتباه نگیرید حالا در این مورد بعد خب بیشتر توضیح خواهم داد و در آخر مواد نگهدارنده که برای افزایش عمر مفید مواد غذایی به کار میرند این چند دسته از مواد افزودنی هستند که در این جدول ای به اونها اشاره میشه خب با اولین دسته یعنی مواد رنگی شروع میکنیم که تعدادی از اعضای این دسته رو اینجا میبینیم که از ای 100 شروع میشه تا ای صد و پنجا. و اولین ماده این دسته کرکیومینه که ماده اصلی نارنجی رنگ زرچوب است و پرخاصیت پس همینطور که میبینید تمام مواد جدول ای شیمیایی و بد نیستند و ای صد یکی از مواد غیر شیمیایی به حساب میاد نمونه دیگر از مواد غیر شیمیایی ای صد و یکه که رای یا همون ویتامین B2 هست و اما نگاهی داشته باشیم به چند تا از مواد مزره تو لیست دسته اول مثل ای 129 یا آلورا رد یا رنگ قرمز شماره چهل که یکی از بدترین مواد رنگی به حساب میاد که اکثر خوراکی هایی که رنگ قرمز دارن رنگشون رو از این ماده میگیرند این ماده کاملا مصنوعیه و از مواد نفتی تهیه میشه و ای 151 که رنگ مصنوعی زغالیه که مصرف این و این ماده و ماده قبلی میتونه به یک سری مشکلات سلامتی و حتی سرطان متحی بشه خب میرسیم به دسته دیویس ها که تشکیل شده از انواع نگه دارنده ها نگه دارنده ها بین ای دیویس تا ای دیویس قرار دارند باز در این دسته مواد با ترکیب طبیعی پیدا میشه مثل ای دیویس یا اسید که مصرف مدام این ماده به هیچ مریضی منتهی نمیشه ولی اکثر مواد نگهدارنده شیمیایی هستند و در مصرف اونها باید نهایت دقت را به کار ببریم و حتی امکان از مصرفشون جلوگیری کنیم مثلا ای دیویس سیزده یا کلسیوم بنزویت یکی از اون نگهدارنده هاست که باید ازش دوری کرد چون در مجاورت اسید سیتریک که قسمتی از ویتامین C رو تشکیل میده و در مرکبات و بری به وفور یافت میشه به بنزین تبدیل میشه که میتونه سرطان زا باشه در این دسته بنزویت ها، سولفیت ها و نیترات ها از همه بیشتر در مواد غذایی به عنوان نگهدارنده استفاده میشن که در مصرف طولانی طولانی مدت همراه با عوارض و مشکلات سلامتی خواهند بود. راستی ببینید نگه دارنده شماره 240 چیه؟ همون فرمالت معروف که در قرن 19 استفاده می شد که باعث مریضی تعداد زیادی از مصرف کننده ها مخصوصا بچه ها, بچه ها شده بود. هنوز هم به عنوان یک ماده افزودنی استفاده میشه عجیب نیست؟ خب Uh, به خاطر کم بوده وقت از بررسی بقیه دسته های مواد افزودنی میگذریم و از شما دعوت میکنیم تا برای مطالعه بقیه مواد به لینک هایی که در قسمت کامنت میذارم رجوع کنید خب در این قسمت میرسیم به مشق هفته پیش که بررسی مواد افزودنی سنمن سویله در این محصول تعداد نسبتا زیادی از مواد افزودنی استفاده شده که بعضیاشون چند بار تکرار شده تکرار یک ماده در برچسب غذایی معمولا به خاطر استفاده شدن از اون ماده در لایه ها و قش مختلف ترکیبی اون محصوله خب همه مواد افزودنی استفاده شده رو در این جدول ملاحظه می‌فرمایید. از بالا شروع می کنیم E170 که کربونات کلسیومه یا همون فرمول گچ از این ماده برای قنیسازی کلسیوم در مواد غذایی استفاده میشه که به مقدار کم بی خطره ماده بعدی ای 202 یا سوربات پوتاسیوم که یکی از مواد نگهدارند است و در مصرف مستمر این ماده میتونه خطرناک باشه مخصوصا که در آزمایشگاه نشون دادن که این ماده میتونه به دی ای انسان آسیب وارد کنه ماده بعدی ای سی که همون اسید سوربی که, که یک تثبیت, کننده اسیدیت هست که به طور طبیعی در طبیعت یافت میشه و در مقدار کم بی خطره ای سی E سی و نو ای چار, سد و, چار و ای چار سد و پنج کننده هستند و باز در مقادیر کم خطرند ای 406 یک ماده جل سازه که اینم در مقدار کم مشکل ساز نیست. ای 471 و ای 472 ای امولسیفایر هستند و مشکل خاصی ندارند ای 516 یک عامل آنتی کیکینگ که از سولفات کلسیوم ساخته شده و احتمالا بی خطره آخرین ماده ای 953 یک عامل جلا دهنده است و یک نوع الکل تهیه شده از شکر به حساب میاد و در مقادیر کم بی خطره در مورد قندهای طبیعی و مصنوعی بعدا حرف خواهم زد خب به نظر میرسه که ماده 202 از همه موردها موردهای ذکر شده مسئله سازتره و طولانی مدت به سلامتی مصرف کننده آسیب وارد میکنه ولی با توجه به لیست بلند بالای مواد افزودنی این محصول من شخصا به هیچ عنوان از این شیرینی حتی برای یک بار هم استفاده نخواهم کرد و متاسفانه مش نمونه خرواره و از این قبیل مواد خوردنی تو فروشگاه ها و سوپرمارکت ها کم نیستند. باز خوبه که در این محصول لیست کامل مواد افسودنی ذکر شده. خب به عنوان تمرین این هفته یک محصول دیگه رو انتخاب کردم که معرفه حضور همه هست و اون هم چیزی جز کوکاکولا نیست. کوکاکولا زیرو باز لازمه که بدونیم در ورای اون تم و مزه گوارای این نوشیدنی چه موادی نهفته است که اینو هفته بعد با هم بررسی میکنیم خب اینم از ریفرنس هایی که در تهیه این ویدیو استفاده شده که در قسمت کامنت خواهم گذاشت خب رسیدیم به انتهای ویدیو در ویدیوی هفته بعد در مورد مواد شیمیایی و مزر در آب، خاک هوا و بعضی از مواد خوراکی که باعث ممنوع شدن مصرفشون در یک سری کشورها شده صحبت خواهم کرد پس تا هفته دیگه